ببینید، خب طبعا چندین علت مهم داره. اولش اینه که بخش خصوصی وقتی سرمایه گذاری میکنه که در اونجا اصطلاحاً استیبیلیتی یا پایداری و اطمینان به سرمایه گذاری وجود داشته باشه. در شرایطی که خب کشور تحت تحریم‌های ظالمانه قرار میگیره، سرمایه گذاران تردید میکنن در سرمایه گذاری کردن، برای همین خب طبعا این با اخلال مواجه میشه. ما چندین مشکل داشتیم. یکی اینه که خب تحریم‌های آمریکا باعث شد که سرمایه گذارای اصلی کنار بکشن، و دوم اینکه ما فرایندهای بانکیمون هم با اخلال مواجه مشکل داره. یعنی مثلا فرض بفرمایید که میخوان پولی رو که از ما میگیرن حالا به ریال اینو تبدیل کنن به ارز متداول و بعد اون رو از ایران خارج باید بکنن. اولا ارز نمیتونن راحت بگیرن، دوما همین خارج کردنش یه فرایند پیچیده‌ای داره. این اشکالات بانکی یکی از اون مواردی بوده که باعث شده سرمایه‌گذارا نیان و سرمایه‌گذاری کنن. و دوم اینکه بانک‌های ما اصولاً وامی که باید برای این کار بدن نمیدن. بانک‌های ما خب بیشتر تمایل دارن تو ساختمان‌سازی، تو چیزهای دیگه سرمایه‌گذاری اتفاق بیفته، ولی تو بخش انرژی معمولاً سرمایه‌گذاری رو یا این وام رو نمیدن. پس ما یک مسئله بانکی داریم، اشکالات بانکی داریم، و دوم یه سری اشکالاتی که من در واقع به خاطر مسائل بین‌المللی و تحریم باش مواجه شدیم. اینه که به این دلیل بخش خصوصی در سرمایه گذاری به مقداری تردید کرده. ما نیروگاه های حرارتی رو حتما باید داشته باشیم، ولی این نیروگاه های حرارتی شاید به میزانی که لازمه برای پایه شاید تا حد زیادیش وجود داره. یعنی ما همیشه باید یه مجموعی از نیروگاه ها رو که فونداسیون شبکه کشورمونه و همیشه برق پایدار رو 24 ساعته میده باید داشته باشیم. الباقیش رو میتونیم بریم روی نیروگاه های تجدیدپذیر سرمایه گذاری بکنیم. مشکلی که داشتیم، اشکالی که وجود داشت، اینه که تمام تخم مرغامون رو توی سبد بخش خصوصی گذاشتیم. یعنی گفتیم فقط اگر بخش خصوصی در رابطه با تجدیدپذیر سرمایه گذاری کرد، پس ما این موضوع رو ادامه میدیم، اگر نکرد کاری نمی کنیم. این اشتباه استراتژیکه. بخش خصوصی همیشه باید در رابطه با اینکه کمکشون کنیم، حمایتشون کنیم، در اولویت باشه. ولی اگه بخش خصوصی نیامد آن مقداری که باید نیاز کشور رو رفع کنه، اینجا باید دولت خودش دست به کار بشه، ما و تفاوت رو نصب کنه. پس اشکال یک این بوده که تمام تخم مرغامون رو تو سبد فقط بخش خصوصی گذاشتیم. اشکال دویی که ایجاد شده اینه که وقتی شما میگید بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری بکنه، باید برقی که تولید میکنه رو بخرید. این برقی که تولید میکنه باید با قیمتهای متداول بین‌المللی خریده بشه. وقتی ارز افزایش میکنه، قیمتش افزایش پیدا میکنه، شما به همون تناسب به موقع قیمت خریدتون رو افزایش بدید. باید منابع مالی کافی برای این خرید داشته باشید و این رو از قبل پیش بینی بکنید. ما شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصیمون به خاطر مسائل بین المللی، به خاطر مسائل تحریم و این جنگ اقتصادی با مشکل مواجه شد و سرمایه گذاری بخش خصوصی مختل شد. همون مقداری هم که سرمایه گذاری کردن، ما باید پول داشته باشیم که بهشون بدیم. الان مجموع پولی که ما منابعی که داریم برای پرداخت این برق فقط از یک منبع، اونم عوارض برقه. یعنی میگیم که مردم بیان برقی که ما ازشون بهشون میفروشیم 10% روش عوارض میکشیم، میبریم این رو میذاریم برای بخش تجدیدپذیر که تازه 50% هم خب توانی برای برق روستایی برمیداریم. یعنی ما 50% آنچی که به عنوان عوارض برمیداریم میخواییم باش توسعه تجدیدپذیر بدیم. این همین الان فقط معادل 20-25% پول همین نیروگاه موجوده. یعنی ما منبع براش پیشبینی نکردیم. اگر سازمان محترم برنامه و بودجه عنایت بیشتری نسبت به این موضوع میکرد و این تلاشی که ما مدتها میکردیم به نتیجه میرسید، یعنی منبع اصلی که واسهش دیدن فعال میشد،
منبعی که برای توسعه تجدیدپذیرا وجود داره به هیچ وجه عوارض برق نیست. یعنی تو قانون گفته بر اساس قانون اصلاح مصرف تبصره 3 ماده 61 قانون میگه اگر خواستید نیروگاه انرژی تجدیدپذیر توسعه بدین باید بر اساس سوخت صرفه جویی شدهش توسعه بدین. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که 1 کیلووات ساعت برق تولید میکنید 1/3 متر مکعب گاز مصرف میکنید. یعنی هر متر مکعب گاز 3 کیلووات ساعت به شما چی میده؟ برق. اگر شما این 3 کیلووات ساعت رو تولید کردی و این 1 متر مکعب رو مصرف نکردی، این یعنی سوختی که شما چیکار کردی؟ صرفه جویی کردی. میگه همین بشه مبنای توسعه تجدیدپذیر. اگه یه نفری اومد نیروگاه تجدیدپذیر زد و این سوخت رو مصرف نکرد، سوختش رو صادر نکن، بده به خود این فرد، بذار به عنوان پول باش در واقع توسعه بده. این بزرگترین در واقع قانونی بوده که باید رعایت بشه. این قانون 89 تصویب شده، الان 1400 این. تا الان یک نفر 1 متر مکعب حواله سوخت یا 1 معادل بشکه نفت خام یا 1 ریال معادلش تا حالا دریافت نکرده. وقتی شما منبع اصلی توسعتون رو صفر میکنید، خشک میکنید، عمل نمیشه، طبیعیه که هیچ توسعی هم اتفاق نمیفته. خوشبختانه با پیگیری هایی که صورت گرفت در سال 99، در سال 1400 برای اولین بار مجلس محترم شورای اسلامی برای 1400 این رو فعال کرد، گفت معادل 2500 میلیارد تومان معادل بشک نفت خام سوخت صرفه جویی شده تا سقف 2500 میلیارد تومان تا اون سقف باید برای تجدیدپذیر اختصاص داده بشه. الان برج 5 سال 1400 این اتفاقی رخ نداده. یعنی باید این منبع رو دولت قاعدتا از وزارت نفت مطالبه کنه و بخواد که این وظیفه قانونی که در قانون بودجه سال 1400 تصویب قطعی شده، بند یای تبصره 15، فعال کنه. ولی فعال نشده. پس اینکه اشکالات درون دستگاهی و در دولت انشاءالله حل میشه، باید حل بکنیم این رو. یعنی باید همین 2500 میلیارد تومانی که قانون پیش بینی کرده معادلش باید حواله سوخت دولت حالا از طریق وزارت نفت تحویل سرمایه گذاران بخش خصوصی بده، هم بدهیاشون رو در واقع تسویه کنه، هم برای توسعه استفاده بکنه، این باید چی بشه؟ یه روزی فعال. اصلا باید حتما در سال 1400 فعال بشه، بگینه ترک فعله. عجب میفهم اینه که اینها باید انجام بشه. ولی واقعیت چیه؟ واقعیت چیه که همونجور که عرض کردم، باید اینجا ما و تفاوت ظرفیتی که باید نصب بشه و نصب نمیشه توسط بخش خصوصی، باید توسط دولت نصب بشه. ما حساب کردیم با 4 روز نفت ایران، روزی 2 میلیارد و 300 میلیون اگه بشک نفت خام ما استخراج میکنیم و الان مشکل برای صادراتش داریم، اگه صادرم بکنیم مشکل برای دریافت پولش داریم، به ازای 4 روز از نفت ایران ما 1000 مگاوات میتونیم نیروگاه خورشیدی نصب کنیم. یعنی 365 روز رو 361 روزش رو برای هر کار دیگری میشه گذاشت، 4 روزش رو برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، اونم به ظرفیت 1000 مگاوات. توجه کنید، من گفتم در تمام دوران تاریخ فعالیت وزارت نیرو در حوزه تجدیدپذیر تا الان رسیدیم به عدد 903. من خودم الان 1/4 قرن توی بالاخره حوزه تجدیدپذیر فعالیت می‌کنم، شدیم 903. ولی در صورتی که با 4 روز نفت، یعنی نفت در مقابل زیرساخت، نفت در مقابل نیروگاه، همین رو نفتمون رو 4 روزشو به زیرساخت تبدیل کنیم، به جایی که پولش بیاد بعد تازه بریم دنبال زیرساخت، مستقیم کالا به کالا، سالی 1000 مگاوات نیروگاه نصب میشه. شما در عرض، شما فکر کنید 5 سال 5000 مگاوات حداقل نیروگاه داریم، از اون سمت هم بخته خصوصی هم 200-300 مگاوات هم اونا نصب میکنن، خب شما یه دفعه سالی 1000 و چند صد مگاوات نیروگاه دارید. این میشه روش توسعه.
ما باید این رو فعال کنیم.